روز گذشته یک تلفن بسیار خوب از مونترال کانادا به من شد. انسانی فرهیخته که از من خواستند نام ایشون در میون نیاد. خواستند که به نوع دیگری از پروژه های آموزشی ملی که ما شروع کردیم حمایت کنند. ایشون فرمودند که مدتی است با مجموعه ما آشنا شدند و پیگیر آموزش های رایگانی که تولید میشه و محتوایی که تولید میشه در اختیار تمام ایرانیان در سراسر دنیا قرار میگیره هستند و با توجه به اینکه خودشون در کودکی به واسطه عدم توان مالی کافی نتونستند به موسیقی و حالا آموزش ستار بپردازند و حالا در 60 سالگی تونستند شروع کنند با استفاده از این مجموعه ها، تصمیم گرفتن با دوستان خودشون یک حمایتی رو شکل بدن از ایرانیانی که به دلیل عدم توان مالی کافی از اومدن به کلاس‌های موسیقی محروم هستند. ایشان به من فرمودن که با دوستان خودشون هماهنگ کردن که هر ماه یا هر دو ماه، نهایتاً هر سه ماه بودجه‌ای رو بتونن برای این مسئله اختصاص بدن و طبیعتاً با توجه به توان محدود این دوستان، این حمایت ممکنه از تعداد کمی از ایرانیان صورت بگیره. من بهشون پیشنهاد دادم که ما با معرفی این انجمن که میتونیم اسم اون رو انجمن پشتیبانی از آموزش موسیقی برای ایرانیانی که نیاز مالی دارند نام بدیم و اون رو به اختصار اپاما در نظر بگیریم، دوستان دیگه‌ای از سراسر دنیا که تمایل دارن از این پروژه حمایت کنن میتونن به ما پیغام بدن. ما نام این خیرین و نیکوکاران رو اونهایی که تمایل داشته باشن در وبسایت خودمون به انتشار میرسونیم و اونهایی که تمایل ندارن به عنوان اسرار محرمانه در مجموعه ما حفظ خواهد شد. همچنین دوستانی که واقعاً به این مسئله نیاز دارن و نمیتونن به واسطه مشکلات مالی موسیقی رو کار کنن یا ادامه بدن میتونن با ما تماس بگیرن. همچنین اگر کسی رو میشناسید که میتونه از این امکانات بهره مند بشه به ما معرفی کنید. ما به دنبال افرادی هستیم که واقعا دچار این مشکلات مالی هستن و نتونستند آموزش خودشون رو ادامه بدن یا شروع کنن. نام کسانی که از این آموزش ها استفاده خواهند کرد باز به طور محرمانه نزد ما خواهد موند و اگر کسانی از این دوستان دوست داشتند نامشون به میان بیاد به ما خواهند گفت و با اونها رو معرفی خواهیم کرد و هنر اونها رو هم در شبکه یوتیوبمون و آموزشگاه قرار خواهیم داد که ببینیم این پروژه و این انجمن تا چه حد تونسته موفق عمل کنه. بی صبرانه منتظر حمایت ها و همچنین نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود.